سر خط مهمترین خبرها، عملیات جبهه مقاومت در شهر کندز، روز جهانی زن، مبارزه زنان، نظم مرد سالانه در افغانستان میکشد. با نام خداوند بخشنده مهربان، خوش آمدید به یک از دیگر ویدیوهای کانال خبری ون اسمارت. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر ما کانال خبری ما را سابسکرایب نمایید. روز جهانی زن، مبارزه زنان، نظم مرد سالارانه در افغانستان را می کشد. با آنکه در سالهای گذشته از 8 مارچ روز جهانی همبستگی زنان به گونه متفاوت با بعدهای رنگین حکومت تبدیل می شد، اما امسال فضا به گونه کامل متفاوت است. زنان تاکید دارند با سقوط نظم جمهوریت به انزوا رفته و به حذف محکوم شدند. آنان می گویند که خواستار اساسی ترین حقوقشان هستند و برای احقاق آن مبارزه خواهند کرد. نهادهای حقوق بشری نیز از عدم رعایت حقوق زنان ابراز نگرانی کرده و از جامعه جهانی خواستند که در حمایت زنان افغان گامی جدی بردارند. مسئولان تنها به یک پیام بسنده کرده و گفتند که به مشکلات زنان رسیدگی و حقوقشان را بر اساس شریعت و رسوم پذیرفته شده رعایت میکنند. با این حال استادان دانشگاه رعایت حقوق زن بر اساس شریعت توسط حکومت را فراتر از حد شرعی میدانند و میگویند که این سطح از تبعیض برخواسته از فرهنگ قبیله‌ای و مرد سالاری است. با تحولات سیاسی اخیر که در کشور رخ داد، زنان بیشتر از هر زمان دیگر به حاشیه رفتند. در این زمان میان وزارت امور زنان که به بیشتر در عرصه حقوق زنان فعالیت داشت نیز لغو شد. هرچند در آن زمان وعده شده بود که یک طرح بدیل ارائه می شود، اما با گذشت بیش از 6 ماه هنوز این طرح عملی و حتی همگانی نشده است. علاوه بر این، با سقوط نظام جمهوریت محدودیت های وسیع بر زنان وضع شد و از حقوق اساسیشان که کار و تحصیل است محروم شدند. این همه سبب اعتراض زنان شد و برخی از فعال حقوق زن برای انتقاد از این عمل کرد دست به اعتراض زدند. سرانجام این اعتراضات نیز سرکوب و معترضان نیز بازداشت شدند. اکنون شماره از زنان در روز 8 مارچ، روز جهانی همبستگی زنان، میگویند که دست از مبارزه نمیکشند و برای گرفتن حقوقشان مبارزه خواهند کرد. شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر، هرچند گفته است که به عنوان یک زن افغان در چنین شرایط امید داشتن دشوار است، اما تاکید کرده است که مبارزه با هر روز ادامه خواهد داشت. او به مناسبت 8 مارچ در توییترش نوشته است که این همبستگی میتواند منبع امید و قدرت باشد. با این اکبر از زنان افغانستان خواسته است که همبستگیشان را گسترش دهند و از عادی سازی آپارتاید جنسی خودداری کنند. این در حال است که صفحه اجتماعی منصوب به جبهه مقاومت ملی می نویسد: تازه دو طالب دیروز در ولایت کندز جاده کهنه فروشی این ولایت کشته و سلاحهایشان غنیمت گرفته شد. با تشکر که تا آخرین ویدیو همراهمان بودید، منتظر پیشنهادات و انتقادات سالم شما هستیم. امید داریم تا ویدیوهای ما را تماشا نموده لایک، کامنت و سابسکرایب نمایید تا ما بتوانیم بهترین ویدیوها از مهمترین واقعات روز را برای شما به نشر برسانیم. تا ویدیوی دیگر، بدرود. اللهم تعالی حافظ و نگهدار شما باد.